فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سد آخوند مایوف علی قزوینی و شاه دروغ. این دروغ هایی که دارید میگید، شعبده بازی هایی که دارید میکنید، امشب همین شعبده بازی رو برای ما بکنید. فلانی روایات ما رو صدرش میخوانه، زیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن. ما دروغگوی ماهر و مکار، حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن. ما هیچی نمیگیم، ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت رو آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. نکته سوم، شما ببینید نبی مکرم، حالا زمینا رو من بخوام مفصل عرض کنم از سوالات دیگه میمانم، ولی این در احادیث متعدد در صحاح سته، صحیح مسلم، بخاری، ابن ماجه، ابن داوود هست. این در احادیث متعدد در صحاح سته، صحیح مسلم، بخاری، ابن ماجه، ابن داوود، ابن داوود هست. پیغمبر اول دستور داد علی بیاد، ولی ام المؤمنین عایشه دستور داد ابوبکر بیاد، هفته دستور داد عمر بیاد، و بعد اینها از اون حالت بیماری حضرت، حالا سوء استفاده یا حسن استفاده کردن، ابوبکر رو فرستادن. پیغمبر وقتی متوجه شد ابوبکر رفته نماز، پیغمبر با اون حال بیماری، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن امیر المؤمنین سلام الله علیه، پاهای مبارک از زمین کشیده می شد، آمد برای نماز، ابوبکر رو کنار زد. بینندگان عزیز، اکنون با هم ببینیم چگونه این آخوند دروغگو می گوید پیامبر اول علی را به عنوان امام تعیین کرد و عایشه و حفصه بودند که ابوبکر را برای امامت فرستادند، و به دروغ این روایت را به صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابن ماجه و سنن ابو داوود که این آخوند نمیتواند نامش را درست تلفظ کند و ابن داوود میگوید نسبت میدهد، در صورتی که این روایت در هیچ کدام از این چهار کتب وجود ندارد و آنچه در این کتاب ها وجود دارد روایت زیر است. عن عائشة ام المؤمنین ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال في مرضه مروا ابا بکر یصلی بالناس، قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي، فقال مر أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. از عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه روایت شده که رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در ایام بیماریش فرمودند به ابو بکر دستور دهید که برای مردم نماز بخواند، یعنی امامت کند. عائشه فرمودند گفتم ابو بکر اگر به جای شما بایستند از شدت گریه مردم صدای ایشان را نمی شنوند. به عمر دستور دهید تا برای مردم نماز بخواند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به ابو بکر دستور بدهید تا برای مردم نماز بخواند. عایشه رضی الله عنها می فرماید به حفصه گفتم به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برو و به ایشان بگو ابو بکر اگر به جای شما بایستند از شدت گریه مردم صدای ایشان را نمی شنوند. به عمر دستور بده تا برای مردم نماز بخواند. و حفصه چنین کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا شما مانند زنان اطراف یوسف هستید، به ابوبکر بگویید تا برای مردم نماز بخواند. حفصه پس از این سخن به عایشه گفت از این کرده ات خیری به من نرسید. همانطور که دیدیم در این روایت ذکری از امامت علی رضی الله عنه در نماز نیست، بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چند بار اصرار می کند ابوبکر رضی الله عنه امام شود، و این آخوند دروغگو می گوید عایشه رضی الله عنها ابوبکر صدیق رضی الله عنها را امام در نماز تعیین کرد، در حالی که در این روایت به وضوح می بینیم که ام المؤمنین عایشه صدیقه اصرار می کند که پدرش ابوبکر امام نشود، چون ابوبکر صدیق رضی الله عنه
انسانی نرم دل و دلنازک است و هنگام قرائت قرآن به گونه گریه می کند که صدایش شنیده نمی شود. اما گویی این آخوندهای مکار به دروغگویی عادت کرده و دروغ گفتن و افترا بستن جزء لاینفکی از دینشان شده است. چوپان دروغگو، دوستان همه مردم ایران میشناسنش. چوپان دروغگو همه مردم ایران میشناسنش. این دروغات چه تحویل مردم میدین؟ این مقدار حیا داشته باشین. والا نمیدونیم چقدر باید آدم پست باشه، چقدر باید آدم رذل باشه. به قول میگن شرم و بی‌حیایی حد داره، ولی این واقعا از حد گذرانده. حالا من نمیدونم حماقت حدی داره آقای محسن، اینا واقعا در این قضايا از حد گذراندن. بله از حد گذراندن. هر روزم دارن رسوا میشن دا، ولی باز همینطوری دارن. حالا نمیدونیم چیه قضیه.